سلام، آرمین هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. اول از همه چیز مرسی بابت کامنت های انگیزشیتون و اینکه بازم معذرت میخوام چون واقعا یه ذره وقتم توی روز کمه. اگه با تأخیر جواب میدم کامنت های شما رو لطفا منو ببخشید. توی این ویدیو خیلی ها درخواست کرده بودن که یه ویدیو از بازی های رایگان استور و کل بازی های گیم پس آپلود کنم به یوتیوب. توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چه بازی هایی رو میتونید بدون داشتن هیچ گونه اشتراکی بازی کنید. میریم توی قسمت گیمز تاپ 3. توجه کنید، بازی های این قسمت رو شما بدون داشتن هیچ اشتراکی، نه گولد، نه گیم پس، نه ای ای پلی، نه هیچی، هیچ اشتراکی برای بازی کردن این بخش از بازی های استور رو نیاز ندارید. مثلا همین الان بدون هیچ اشتراکی وارزون رو دانلود کنید و بازی کنید. اگه نسل 9 هید، این لیستد و راکت لیگ، اینا رو بتونید با اپتیمایز نسل 9 بازی کنید. خب الان من مثلا هیچ اشتراکی الان ندارم، نه گولد، نه گیم پاس، هیچی. میتونم ایپکس رو بزنم دانلود و وقتی دانلود شد برم تو بازی. این آپشن تقریبا یه ماه اضافه شده، کلن گولد برای بازی های این بخش برداشته شده. توجه کنید، همین که کنسولتون رو ریست کارخونه بکنید و اکانت جدید درست کنید و از حالت هکی و غیر قانونی در بیارید، میتونید یک راست بیایید این قسمت و بازی های رایگان توی استور رو دانلود کنید و بدون هیچ اشتراکی. بازم تکرار میکنم، هیچ اشتراکی نیاز ندارید برای این بازی ها و بازی های قسمت تاپ فری استور. انلیستد که مخصوص نسل 9، راکت لیگ، ایپکس، ایت تیکس تو، این باید یکی از دوستاتون کاملش رو خریداری کرده باشه، شما میتونید باهاش پلی بدید. رکروم که اصلا نمیدونم چیه، رو کمپانی، براول هالا، ویگور، فورتنایت، حالا من همشونو اسم نمیبرم، میخوام ویدیو طولانی نشه، خودتون ببینید. میتونید، من میرم پایین، میتونید تو هر قسمت پاسش کنید، کامل نگاه کنید، بعد ویدیو رو پلی کنید، بعد دوباره پاس کنید. کم کم میرسیم به پایین جدول، هرچی میرسیم به پایین از کیفیت بازی ها کاسته میشه. مثلا این بازی بتل ایجز یه کمی طرفدارش کمه، مثلا اینا اترنال اصلا نمیدونم این چیه، ولی خب بازی های بالایی خیلی خوبن. دانجن دیفندرز بد نیست، استثنان این پایین بد نیست، بازی خوبیه. بعد کرک داون بد نیست، داروین بد نیست، این هم یه چیزی شبیه جی تی ایه ولی آنلاینه، به نظرم خوبه، تجربهش کنید، بد نیست. اینم بازی خوبیه با اینکه وسط های جدوله ولی خیلی خوبه. بدون هیچ اشتراکی شما مستقیما بیاید اینو دانلود کنید و بازی کنید. این فیلتر دوستان یا فیلتر شکن میخواد یا DNS اختصاصی، که DNS های معمول اینو نمیتونن باز کنن. هیتمن مرحله اولشه، هایپر اسکیپ بتل رویال، اینا به نظرم امتحان کنید میارزه. ایپکس، شاه شاهان، وارزون، من خوشم نمیاد از وارزون. خب میریم سراغ گیم پس. پیج ایکس باکس بازان رو فالو داشته باشید، پیج خودمه، پیج فروشگاهیه، من خودم گیم پس آلتیمیت رو با پایین ترین قیمت میدم خدمتتون. خواستید این اشتراک رو بگیرید حتما به پیجم سر بزنید. توجه کنید، گیم پس اشتراکیه که بازی ها رو به شما کرایه میده، کلی بازی توش هست. الان میریم نگاه کنیم. اگه این صفحه رو دیدید، این مهم نیست، میگه go to the Microsoft Store، اصلا مهم نیست، ما قرار شوال بزنیم، پس این برامون اصلا مهم نیست. توجه نکنید، خیلی از دوستان توی دایرکت گفته بودن که این یعنی چی، این اروره. نه، این ارور نیست، این تقصیر تحریم آمریکا روی ایرانه، این اصلا مهم نیست. شوال رو بزنید، بازی ها براتون باز میشه. اگه از پورتو باکس یا فیلتر شکن استفاده میکنید، این ارور رو نخواهید دید.
خب من بازم اینجا کم کم میام پایین، خودتون پاس کنید بازی ها رو ببینید بعد پلی کنید، پاس کنید پلی کنید. دیگه من نمیتونم زیاد ویدیو رو طولانی کنم. سری بتلفیلد ها همشون کنترل اپتیمایز نسل 9، کرایسیس ها، دیزی که قراره به زودی بره از گیم پس بیرون، دد بای دی لایت اپتیمایز نسل 9، دد سپیس ها، به به، دستینی، به به، دیس آنر، به به، درت 5 اپتیمایز، به به. اصلا انصافا ببینید این بازی ها رو چقدر پر کیفیتن، چقدر این اشتراک عالیه. سریعا به پیجم سر بزنید، با قیمت مناسب میدم بهتون. سریعا دوم اترنال، به به، دیگه از این بیشتر چی میخوایم ما؟ دوم، انواع دوم هر چی بخواید هست. اینم قرار اپتیمایز بیاد براش. دراگون ایج، فیفا 20، الان به فیفا 21 میرسیم، پشماتون فر میخوره. پی اس 21، سکایریم، ایویل ویدین، فیبل ها، فال آوت. امروز یکی اومده بود توی دایرکت، من خندم گرفته بود، پی اس فن بود، پلی استیشن فن بود، میگفت آقا بتلفیلد 6 چرا چرت میگی؟ اومد به من میگه چرا چرت میگی؟ نمیاد تو گیم پس. من میگم شما مگه فیل اسپنسری؟ شما رئیس مایکروسافتی؟ شما رئیس ای ای؟ شما رئیس دایسی؟ شما کی هستی اینو میگی؟ میگه نه من مطمئنم نمیاد چون پلی استیشن خیلی بهتره. واقعا ملت رد دادن. واقعا فیفا 21 از یعنی از بس این اشتراک عالیه، خیلی از پلی استیشن فن ها رو آوردن به ایکس باکس. من خودم فن هر دو کنسولم، فن بازی های انحصاری پلی استیشنم و فن امکانات ایکس باکس. من فن بوی نیستم، به هیچ عنوان این فکر رو نکنیم. فاینل فانتزی، فورزاها، گیرزافار، گراوند، جی تی ای، بخش آنلاین و داستانی هر دوتاش، هیلوها که این مستر شیف کالکشن 120 فریم شده با 4K. یعنی اگه شما بخواید روی تلویزیون 4K 120 فریم بازی کنید، باید این تلویزیونی که استفاده می کنید HDMI 1 و ببخشید 2.1 رو داشته باشه، 2.1. هیلو 5 4K 60 فریم روی سریز X. اینجاستیس بازم 4K 60 فریمه. مدیوم، NBA 2K21، نید فور سپید ها، نیر اوتوماتا. اصلا ببینید چقدر بازی ها عالی هن. آها راستی یه بازی هست انحصاری پلیستیشن بود، در روز عرضه اومد تو گیم پس. اینم روز عرضه اومد تو گیم پس، Outriders، Outlast، Outer Worlds. چه بازی عالی و نابی. این بازی عالی داستانش، حتما بازی کنید. سری پلنت ورس زامبیز که اخیراً براشون FPS بوست اومد 120 فریم. بیشتر بازی های گیم پس انهانسد ایکس باکس وان ایکس هن. یعنی چی؟ یعنی آپدیت ایکس باکس وان ایکس دارن. شما حداقلش اینه که 4K میتونید اجرا کنید روی سریز ایکس. اگه اپتیمایز نسل 9 نیومده بود براش، لاقل آپدیت وان ایکس رو میگیره کاملا رایگان که شما لاقل بتونی 4K بازی کنی. اصلا ببینیم بازی چی میگه. پری بازم 4K 60 نه ببخشید 4K نیست این. اگه FPS بوست رو فعال کنید تبدیل میشه به 1080 60، اگه که نه همون این هست ایکس باکس وان ایکس میشه 4K 30 فریم. کوانتوم بریک 4K 30 فریم مال وان ایکس. Resident Evil، این محشر Remnant from the Ashes، این آنلاین خیلی جالبه. Sea of Thieves، به به، Sea of Thieves عالیه، همه دست و پا میشکونه سر این بازی، اینقدر عالیه. Rise Son of Rome که آپدیت 1X و اینا نداره، کمی کیفیتش پایین متاسفانه. State of Decay اصلا خوشم نیومد، ولی خب بعضیا دوستش دارن. ستار وارز ها همشون کمپلت.
سارج سانست اور درایو رینبو سیکس تایتن فال. تایتن فال هم اف پی اس بوست گرفته اخیراً 120 فریم. رینبو سیکس هم که ذاتاً 120 فریمه، آپتیماز نسل 9. توجه کنید بازی هایی که پایینش نوشته ای ای پلی مال سرویس ای ای هستن. گیم پس آلتیمیت هم ای ای داره، هم گیم پس هم گولد، همه شونو داره. به خاطر همین میگن آلتیمیت. الان ببینید این مال گیم پسه، این مال ای ای هه. همه شون ولی اینجا هستن، میتونید بازی کنید. اینا رو هم میتونید 120 فریم بازی کنید. اگه مونیتور یا تلویزیون 120 هرسی داشته باشید، وگرنه نمیتونید. وارهامر که آپدیت نسل 9 رایگان اومد براش و در این حال توی استوره، خیلی این مزیت بزرگیه. اوی اوت وی هپی فیو اینم گرفته رایگان، آپدیت نسل 9. ورلد وار زد که 4K 30 فریم مال وان ایکس، اینم که 4K 60 فریمه. آها راستی این بازی توی وان ایکس کمی افت فریم داشت، وقتی میرسیدی به جاهای شلوغ، پر خون، ربات، نور، نمیدونم این انعکاس های خیلی سخت که سی پی یو و گرافیک رو درگیر میکنه، اونجا من افت میدیدم، ولی اینجا نه اصلا. اینم که 1080 60 بد نیست، بازی خوبیه. اینم که محشره یاکوزاها، به به، یاکوزا اصلا بهترین بازیه. فکر کنم سازندش سگاه، نمیدونم یه لحظه، آره سازندش سگاه، اصلا سگا همیشه میترکونه. سگا اصلا عالیه بازیاش، مخصوصا بازی ژانر ترسناکش که واقعا حرف اولو میزنن. یاکوزاها اول 0 رو دانلود کنید، بعد برید جلو 5 3 4 5 6. فکر کنم این کالکشنشه، نمیدونم والا ترتیبش رو اصلا نمیدونم. این 2ه، ببخشید، بعد 1 بعد 0 فکر کنم باید اینو بازی کنید، بعدش این، بعدش 3 و به بعد. آره آره درسته. بعد این کالکشنش هم داره، خیلی خوبه. این 3 و 4 و 5 آپگرید گرفتن. حالا ببینیم آپگرید وان ایکس یا سریز ایکس. من مایکروسافت استور رو چیز نکردم، آپدیت، ببخشید. میایم اینجا نگاه میکنیم، هیچی در موردش ننوشته. اگه میخواید بدونید یه بازی 4K چجوریه، چجوری اجرا میشه، کلیک کنید روش، برید توی سی این مایکروسافت استور، اینو میزنید، میایید پایین. اینجا بله نوشته، ببین تکنیکال کپابیلیتیز، اینا پایین نوشته مثلا 4K Ultra HD Xbox One X Enhanced. این یعنی چی؟ این یعنی آپدیت وان ایکسشو میگیره، شما نترسید، دانلود کنید 4K بازی کنید. خیلی این امکان جالبه واسه ایکس‌باکس، در حالی که پلی‌استیشن برای بیشتر بازیاش که آپگرید میخوان پول میخواد، در ازای آپگریدش پول میخواد. مثلا شما گاد آف وار پلی‌استیشن 4 رو بذاری روی پلی‌استیشن 5 باید آپگریدش کنی، یا مثلا آنچارتد رو لاقل آپدیت PS4 پرو رو هم نمیگیره، همون مال PS4 رو اجرا میکنه. اصلا این خیلی بده. به زودی دوستان من PS5 هم میگیرم، مقایسه ها رو میذارم که بهتر شما ببینید مقایسه ها رو و امکانات هر دو کنسول رو. خب تمام بازی گیم پس اینن. گیم پس بعضی از بازیاش حذف میشن موقتیه، بعضیاش همیشه توی گیم پس هستن، یعنی مثل یه چیزی چسبیدن به گیم پس و دیگه نمیرن. مثلا EA بازی EA اصلا از گیم پس قرار نیست حذف بشن، مگه اینکه جدیدترش بیاد. مثلا الان فیفا 21 اومد، فیفا 18 و 19 رفت بیرون، بخشید 19 نه 18 و 17 رفت بیرون و فیفا 21 اومد جاش. خب بازی های اون قسمت رو با خرید گیم پس آلتیمیت از فروشگاه ما میتونید دانلود کنید رایگان. اشتراک تموم بشه نه سیوتون میپره نه بازیاتون میپره، دیتا حذف نمیشه، فقط قفل میشه، میگه تمدید کن. مثلا الان این بازی رو من از گیم پس دانلود کردم، بتلفیلد وی فرضاً، خب اشتراک دارم، وقتی اشتراکم تموم بشه این بازی قفل میشه، با تمدید اشتراک بازم قفل از بین میره و من میتونم از جایی که بازی رو ول کردم ادامهشو برم. چقدر این خوبه، این آپشن ها خیلی خوبن، کسی اینا رو بلد نیست، لااقل تعداد کمی اینا رو میدونن، به خاطر همین سمت ایکس باکس نمیان، در حالی که ایکس باکس واقعا آپشنای عالی داره. مثل میتونم مثال بزنم، مثلا خیلی ها سمت ولوو نمیرن، ماشین ولوو
نمیدونستم امکاناتش چیه، ولی همه تویوتا رو میشناسن. دقیقاً اینم مثال پلی استیشن و ایکس باکسه. ایکس باکس یه چیزیه که تقریبا همه نمیشناسنش، در حالی که خیلی عالیه، کم کم داره میاد بالا. ولی خب پلی استیشن 30-40 ساله داره کار میکنه. اون موقع که پلی استیشن بود، ایکس باکس بیل گیتس داشت تو پارکینگش کامپیوتر درست میکرد. اصلا بیل گیتس هنوز شرکت هم نداشت. به خاطر همین باید شرکت های جدید رو حمایت بکنیم، باید کمکشون بکنیم بیان بالا. الان کنسول ایکس باکس توی نسل 9 داره میترکونه، باید حمایتش کنیم. انصافا آپشناش عالیه. خب دوستان، خوشحال میشم منو سابسکرایب کنید، اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید بترکونید. و اینکه بازم من معذرت میخوام بابت تاخیر که توی جواب دادن کامنت ها پیش اومده. من واقعا خیلی وقتم پره توی روز و ببخشید دیگه خلاصه، ولی سعی میکنم زود به زود به کامنت ها سر بزنم و جواب بدم. اگرم سوالتون خیلی ضروری بود، میتونید بیاید توی پیج ایکس باکس بازان توی اینستاگرام از من بپرسید. اگه بازم اونجا آفلاین بودم صبور باشید، انشالله به زودی جواب خواهید گرفت. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.